خدا رو شکر برای این قسمت آیه 9 رو نگاه کنیم. خیلی ممکن شما بگین که من خیلی دارم این کار رو میکنم، همش دارم در روح میکارم، هی دارم کارهای خوب میکنم، پس کی ما درو کنیم؟ هی من کار خوب میکنم، هی داره مشکل برام به وجود میاد، هی من دارم در روح کار میکنم، کلیسا میرم ولی مشکلاتم حل نمیشه. آیه 9 برای شماست، میگه خسته نشید، میگه اگه الان محصول رو نمیبینید خسته نشید، ادامه بدید، وفادار بمونید، برید جلو. و خیلی زیبا میگه همه قوانین رو گفت، میگه حالا خسته نشو اگه نمیبینی هنوز آینده رو، میگه ادامه بده، کار درست رو انجام بده. چرا؟ یا آیه میخونم براتون رو با هم تمام میکنیم با یه چند تا جمله بعدش. میگه عبرانیان 16 میگه زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داد و میدهید فراموش کند. میگه خدا هیچ وقت فراموش نمیکنه شما چی کار کردید. شاید الان نبینین، شاید چیزایی که در روح کاشتین رو نبینید، ولی مطمئن باشید یک روز درو میکنید و یک روز پاداش از خدا میگیرید. پشتگار مسیحی، چیزی که شاید در نمیدونم بین ایرانی ها خیلی کمه کلن پشتکار، این که ما بریم جلو، اینجا بهش میگن keep pressing on، برو، هی میگن برو، یعنی ورزش که شما هی داری میدوی خسته شدی میخوای واسی، تو جیم هستی داری وزنه میزنی میخوای خسته شدی، یکی احتیاج جا بگه نه برو. و این پشتکار، این استقامت، این که در جدا از مشکلات و سختی ها ما ادامه بدیم اعمال خوب رو، چیزی که پولس اینجا داره میگه ما رو زود خسته بشیم. این که امروز هی حوصله‌مون سر میره، بابا این چی اصلا آخه؟ که چی حالا؟ حالا من دو تا کار خوبم بکنم؟ نه، کتاب مقدس میگه اتفاقا ادامه بده.